جایی پنهان میان گیاهان جنگلی یه دنیای خیالی وجود داره، دنیای خیالی که الفا و پریها در کنار هم دیگه زندگی میکنن، جایی که اتفاقات متفاوتی میفته و بچه ها چیزای جدید یاد میگیرن. دنیای خیالی بنو حالی. سلام بچه ها جون، ماجراجوی امروز توی قلعه کوچیک شروع میشه. این داستان جناب گلخوار مریض بچوری، بدنم درد میکنه، خیلی مریضه. فقط سرما خوردی همین؟ نه، فقط سرما خوردگی نیست، از اون بدتره. اخلاق بابا عوض شده. بابا همیشه وقتی مریضه اینطوری میشه. چطور از چوب پریانیت استفاده کنی و حالمو خوب کنی؟ نمیشه، تو که میدونی چوب پریانی همه چیزو درمان میکنه به جز سرماخوردگی معمولی. این یه سرماخوردگی معمولی نیست، این یه بیماری جدیه و باید درست بشه. خیلی خوب، بذار یه بار امتحان کن. آهای بیماری، خارج شو. الان هم دارم عطسه میکنم و هم دماغم کیم شده. متاسفم اما گفتم که چوب جواب نمیده، بهتره که من دکتر الفو خبر کنم. الو دکتر الف لطفاً. بله، فرمان رو مریض شدن، عطسه میکنن و دماغشونم کیپ شده. میدونم اما خودشون فکر میکنن جدیه. ممنونم، خداحافظ. توی تخت دست راحت کن و منتظر دکتر باش. دکتر الف اینجان. اون که فقط الف پیر داناست. من فقط الف پیر دانا نیستم، من یه فارغ التحصیل پزشکی هم. نگاه اوکی اینطور. خب دکتر، من حالم خوب نیست، همش عطسه میکنم، دماغم کیپ شده و سرم درد میکنه. چه اینطور؟ میشه دهنتون رو باز کنید و زبونتون رو بیارید بیرون؟ حالا بالا رو نگاه کنید، خوبه پایین؟ حالا پاتون رو تکون بدید. حالا دستاتون رو مثل یه پرنده تکون بدید و سوت بزنید. ماشاءالله، خیلی جالبه. بالاخره یه معاینه پزشکی کامل توسط یه دکتر مدرک دار. بیماری شما فرمان روا زکام حاد ویروسیه، باید مراقب باشید. آها، دیدین؟ یه چیز بده. البته به سرماخوردگی معمولی هم معروفه. فقط همین؟ نه، بدخلقم هستین. خب دکتر، میتونید حالمو بهتر کنید؟ بذار ببینم چی دارم. این احتمالاً کارسازه. بدمزه که نیست. بهتره بگم مزه خوبی نداره قربان. من نمیخورم. بابا، هممون وقتی مریض میشیم باید دارو بخوریم. خب آباری کلا. شگفت انگیزه، انتظارشو نداشتم. خب اینجا نوشته مخلوط سرفه. من یه دستورالعمل بلدم که هر جور سرماخوردگی رو درمان میکنه، چه معمولی باشه چه نباشه. بزرگ شدن دستان، گوشدرد، مو در آوردن دندون، بوی بد دماغ، کچلی. اینا هاش سرماخوردگی معمولی، فقط باید مواد دقیقش رو پیدا کنم. میشه ما هم کمکتون کنیم دایه؟ البته. دایه آلو، تو این داروتون چی هست؟ او فقط آب تمشک سیاه، آب لیمو و شکر و چند تا چیز دیگه. دایه آلو، دیگه چیا لازم داری؟ بذار ببینم، یه قطره شبنم از تار عنکبوت و لیزا بگه یه حلزون بی صدف. شما که نمیخواییم بدین اونو بابا بخورن ها؟ معلومه که نه، خیلی اشتباهه که کسی همچین چیزی رو بخوره. این یه معجون معمولیه که فقط باید روی پاها بمالیمش. درسته، اول یه قطره شبنم از تار عنکبوت لازم داریم. نگاه کنید، یه قطره شبنم. وای سهالی، پرواز کردن نزدیک خانم عنکبوت فکر خوبی نیست. چرا دایه؟
صدای بال پریا مثل مگسه. اونم دوست داره مگسا رو بخوره. مگسا رو بخوره؟ بله، کار عنکبوتا همینه. شما دوست دارین بستنی بخورین، عنکبوتا هم دوست دارن مگس بخورن. اونا نفس خیلی بوداری دارن. آو، معذرت میخوام خانوم عنکبوت. ما میتونیم یه قطره شبنم از تار دوست داشتنیتون برداریم؟ میخواییم برای فرمان روا دارو درست کنیم. خانم عنکبوت میگه باشه. من قطره رو بر میدارم دایه. الفا خیلی خوب بالا میرم و من یه الفم. خب حالا لیزا بگه حل از اون. نگاه کنین یه حل از اون. حالی شاید این دفعه تو بتونی ازش کمک بخوای، گرچه باید یکم فریاد بزنی چون حل از اونا شنوایی خوبی ندارن. چرا دایی آلو؟ چون گوش ندارن. نمیتونیم یکم لیزا به از رو زمین برداری؟ نه، تو نمیتونی این کارو بکنی. باید حتما قبلش اجازه بگیری. این مؤدبانه تره. سلام آقای حلزون بی صدر. بلندتر. سلام بابای من فرمان روا. حالشون خوب نیست. راستش ما یک کمی از حسابه شما رو لازم داریم. میشه یک کمی از اونو بریزین تو این شیشه لطفا؟ فکر کنم این یعنی بله. خیلی ممنون، سپاسگزاریم. کارت خوب بود حالی. حالا بذار لیستمو چک کنم. یه قطره شبنم. اینجاست دایه آلو. و لیزابه یه حلزون. اینجاست دایه. برمیگردیم آشپزخونه. حالا بیاین تمام موادو مخلوط کنید. توت سیاه، شکر، لیمو، شبنم، لیزابه یه حلزون بی صدر و حالا کمک از چوب. شکر و توت مخلوط چه با لیمو. لیزابه یه حلزون. این حتما مزه خیلی وحشتناکی میده. نه به یادت باشه این یه معجونه که روی پاها میمالن، نمیخورنش. هیچ کس اینو نخورده. باید سریع ببریمش پیش فرمان روا. آه نه، این خیلی بده. مزه حال به هم زدی داره. بابا نباید اینو میخوردینش، باید میمالیدینش روی پاهاتون. چی؟ نمیدونم الان چه اتفاقی میفته. بذار ببینم کتاب چی میگه. اینجا نوشته که باید اینجوری اشتباه کن. وای چیه؟ من اشتباه کردم. اون اصلا دستورالعمل داروی سرماخوردگی نبود. اون یه دارو واسه کچلیه. اما باید بهتون بگم جناب گلخار، موی بلند بهتون میاد. دای آلو فکر کنم سرماخوردگیم از بین رفت. اوه، انگار منم سرما خوردم. وای دایه آلوی بیچاره، حالا ما باید ازتون مراقبت کنیم تا حالتون بهتر شه. میشه ما هم کمک کنیم؟ البته که میتونیم و هرچه بیشتر بهتر. نه نیازی نیست جناب فرمان روا. به نظر من هست. بله بچه های عزیز، همیشه یادمون میمونه که کار و تلاش همیشه بهت میگه نتیجه. با چوب دستی و سستی مشکلی حل نمیشه آقا.